سرخط مهمترین های امروز. دیدار با روحانی ساعات پیش از مراسم تحلیف. کابل می خواهد روابط اقتصادی با تهران را مستحکم تر سازد. افزایش شمار جنگجویان طالب در بدخشان. چندین ولسوالی با خطر سقوط روبروست. په مجموع کې 15 ولسوالۍ په مکمل ډول د مخالفینو په لاس کې دي او همدارنګه شپږ ولسوالۍ لوړ تهدید لري. چالش اصلاحات در گمرک های کشور. وضعیت کنونی دست های همه را از پشت بسته است. میفهمیم که روزانه چقدر عواید ما میشه و چقدر مصارف واست، ولی او شکلی که باید باشه با او موثقیتی که باید باشه متاسفانه عالی نیست. و داعش و مبارزه برای زنده ماندن در شهر رقه. نزدیک به 2000 داعشی هنوز در این شهر می جنگند. علیکم خدا، سلام بر شما. به مهمترین ها از یک در عصر شنبه خوش آمدید. من رئوف اجمل هستم. رئیس جمهور افغانستان برای اشتراک در مراسم تحلیف رئیس جمهور ایران امروز به تهران رفت. رئیس جمهور غنی در دیدار با همتای ایرانیش روی افزایش روابط اقتصادی میان کابل و تهران گفتگو کرده و تاکید کرده است که کابل تلاش دارد میان ایران، چین و آسیا به یک نقطه اتصال تبدیل شود. آقای غنی همچنان روی اهمیت امنیت مرزی اشاره کرده و تاکید کرده که قاچاقبران در تلاش ناامن کردن بخش‌های مرزی میان دو کشورند و نیاز است تا دو همسایه همکاری‌های مشترکشان را تقویت بخشند. همزمان حسن روحانی رئیس جمهور ایران تاکید کرده که کشورش خواستار گسترش روابط با افغانستان است. شمار جنگجویان طالب در بدخشان هر روز رو به افزایش است. رئیس شورای ولایتی بدخشان هشدار می‌دهد اگر عملیات وسیع به هدف پاکسازی بدخشان از وجود طالبان راه‌اندازی نشود، بیشتر ولسوالی‌ها با خطر سقوط روبرو می‌شود. همزمان در جنوب رئیس شورای ولایتی هلمند می‌گوید 5 ولسوالی به گونه کامل از سوی طالبان اداره می‌شود و 6 ولسوالی به شمول 2 حوزه شهر لشکرگاه زیر تهدید بلند امنیتی قرار دارد. محمد غازی رسولی با جزئیات بیشتر. شدت نبرد این روزها میان نظامیان کشور و طالبان. تنها در 3 هفته پس این اداره 3 ولسوالی در شمال، شرق و غرب کشور میان حکومت و طالبان دست به دست شده است. همین دیروز نیروهای ویژه ارتش پس از 10 روز ولسوالی جانی خیل پکتیا را دوباره پاکسازی کردند. تازه هم وزارت دفاع از راه اندازی چندین عملیات ویژه برای سرکوب طالبان خبر می دهد. سخنگوی وزارت دفاع می گوید جدا از 2 عملیات شبانه در 24 ساعت پسین 22 عملیات ویژه و 18 ضربه هوایی بر مواضع طالبان انجام شده است. 18 ضربه هوایی را داشتیم و 2 عملیات شبانه را دیشب اجرا کردیم. دستاوردهش هم خوب است. 141 مینه کشف و خونسا کردند. 138 نفر کشته شدن از دشمن و اضافه تر از 10 نفر هم زخمی دارن دشمن. با این وجود هلمند در جنوب کشور شاید تنها ولایت است که دست کم در 15 سال پسین باشندگانش اندک شمار روزهایی را در فضای امن سپری کردند. رئیس شورای ولایتی هلمند میگوید اگر به زودی عملیات سراسری به هدف پاکسازی ولسوالی های هلمند را اندازی نشود، زندگی برای باشنده های این ولایت از این هم تنگ تر خواهد شد. په مجموع کې 15 ولسوالۍ په مکمل ډول د مخالفینو په لاس کې دي او همدارنګه شپږ ولسوالۍ لوړ تهدید لري. د دې ترڅنګ د ښار څلور حوزې چې دوی په مکمل ډول مخالفینو په لاس کې دي او یو حوزه هم 50% د مخالفینو او دوی حوزې لوړ تهدید لري. کیلومترها دور از هلمند، بدخشان در شمال شرق کشور هم آرام نیست. ولسوالی های وردوج و یومگان دیر زمان است از سوی طالبان اداره می شود و دست کم 7 ولسوالی دیگر زیر تهدید بلند امنیتی قرار دارد. با این همه چالش امنیتی، رئیس شورای ولایتی بدخشان از افزایش شمار جنگجویان طالب هشدار می دهد. بخش از ولسوالی جرم، بخش از راغستان، بخش از تگاب، بخش از کوهستان، مناطق افتلی بالا که نوای شهر فیض آباد است، اینا عملا در اختیار طالبان هستند. متاسفانه از 2 سال به این طرف اما عملیات وسیع و که بتوانند حداقل مناطق مهم و مؤسسه‌های مرکزی طالبان را قرار بدهند متاسفانه برای نیفتاده.
در این میان وزارت دفاع از پیش زمینه ها برای راه اندازی عملیات های گسترده به هدف پاکسازی کامل ولایت های هلمند و بدخشان از وجود جنگجویان طالب خبر می دهد. در هلمند ما عملیات خوب داشتیم، عملیات خوب اجرا کردیم، ناولسوالی ناور تصفیه کردیم، یک عملیات بسیار خوب بود و تحکیم شده به همین ترتیب ترتیبات گرفته میشه که یک عملیات دیگه وسیم اجرا شوه. برای بدخشان هم ترتیبات گرفته شده و همین امروزم در جلسه وزیر سیب دفاع بالای عزیز صحبت شد که ما چه قسم بتانیم که بدخشان مکمل از وجود دشمن تصفیه کنیم. شدت گرفتن نبردها در کشور همزمان است با تاخیر در اعلام راهبرد تازه آمریکا برای افغانستان. وزارت دفاع کشور دلیل تأخیر در راهبرد نظامی آمریکا برای جنگ افغانستان را پرداختن به ابعاد منطقه‌ای می‌داند و تأکید دارد به زودی این راهبرد اعلام خواهد شد و انتظار می‌رود در راهبرد تازه آمریکا فشارها بر پاکستان بیشتر شود. شماره از افراد مسلح بر پاسگاه‌های بند کمال خان حمله کردند. فرمانده پلیس ولایت نیمروز میگوید این حمله دو شب پیش از سوی طالبان صورت گرفت که در پی مقاومت نیروهای این پاسگاه فرار کردند. وزارت انرژی و آب با تایید این رویداد آن را به دشمنان ثبات افغانستان پیوند میدهد. حمله بر یکی از بزرگترین بندهای آبی در جنوب غرب افغانستان. شماری از جنگجویان طالب شب پنجشنبه بر پاسگاهی از بند کمال خان در نیمروز حمله کردند که با واکنش نیروهای امنیتی در این پاسگاه روبرو شدند. در این درگیری یک طالب کشته و سه تن دیگرشان زخمی شدند. پروژه ساخت بند کمال خان در سه بخش صورت می‌گیرد که بخش سوم آن دست کم چهار ماه پیش از سوی رئیس جمهور غنی آغاز شد که پس از ساخت آن می‌تواند بیش از 9 مگاوات برق تولید کند. در بند کمال خان افراد مسلح در سایه بند ناامنی‌های رو ایجاد کردند که تلفات جانی هم داشته و اینکه این اشخاص در واقع چه افرادی هستند مطمئناً اینا هم مزدوران بیگانگان هستند که نمیخواهند در افغانستان آبادی و آزادی و زمینه تطبیق پروژه های بزرگ انکشافی ایجاد بشه. هرچند مقام های محلی این حمله را کار طالبان دانستند، اما هر از گاهی کشورهای همسایه نیز برای توقف پروژه های آبی افغانستان به ناامنسازی این بندها متهم شدند. وزیر مالیه از کارمندانش می‌خواهد تا در بخش جلوگیری از نفوذ زورمندان در بودجه مبارزه با فساد، ایجاد بندرهای خشکه و برقی شدن نهادهای دولتی بیشتر کار کنند. همزمان معین پیشین عواید وزارت مالیه به جانشینش داروی ضد فشار پیشنهاد می‌کند. احمد شفیق خاریزاده در مراسم معرفی چهار معین جدید وزارت مالیه می‌گوید که بنابر شرایط حاکم در کشور، مسئولان معینیت عواید نمی‌توانند برای برطرف شدن مشکل در گمرک‌ها کاری انجام دهند. در همین حال معین مالی پیشین این وزارت میگوید که در 12 سال گذشته از زیر قلمش 52 میلیارد دلار گذشته است. تمیم شهیر. مراسم معرفی چهار معین جدید وزارت مالیه. خالد پاینده رئیس معین مالی، نجیب الله وردک رئیس معین عواید و گمرکات، نایید سرابی رئیس معین پالیسی و محمد آقا کوهستانی رئیس معین اداری وزارت مالیه به روز شنبه به گونه رسمی کارشان را آغاز کردند. اینان سنگین‌ترین مسئولیت را در بخش مالی کشور به دوش گرفتند در شرایطی که فساد در گمرکات همواره با انتقادهای زیاد روبرو بوده است. در این مراسم معین پیشین عواید و گمرکات کاری نداره را دشوار می‌داند و پیشنهاد می‌کند که معین عواید و گمرکات نباید از دو سال بیشتر در این اداره کار کند. مشکل به ایست که بنابر اینوی شرایط حاکم متاسفانه در وطن نمیتونی اون چیزی را که بخوایی انجام بدی، بخوایی که انجام بدی اما نمیتونی. مثلا میفهمی که مشکل چی است؟ رای حلم بفهمی واضح هست برد اما منابع هم در دست هست اما نمیتونی. این باعث از این میشه که آدم واقعا زیر انواع و اقسام فشار به وظیفه خود ادامه بده که طبعا این برای صحت کلگی
خصوصا برای صحت وردک سه بزار خراب دکتر است، خوب است پس میشه که تابلت های ایشیز بخوره زده فشار. مصطفی مستور بیش از 12 سال مسئولیت معینت مالی را به عهده داشت. وی در دوران کارش دو بار با استعلام دادستانی روبرو بود و در این مدت 52 میلیارد دلار را با دستخطش برای بازسازی و دیگر بخش‌های کشور هزینه کرده است. وی یکی از دلایل مصرف نشدن بودجه را نبود قوانین درست می‌داند. صرف دو بار با استعلام سارن ولی مواجه شدم. یک بارش که من انتظار یک مدال داشتم ولی سارن ولی با استعلام پیش ما آمد. او وقتی بود که وزارت فواید عامه قرارداد به قراردادی داده بود و ما قرارداد به خود وزارت فواید عامه با 1 میلیون دلار ارزان‌تر سپردیم و یک سرک بسیار خوب در فرضی کابل فعلا ساخته شده که بعدا خود سارن ولی به اشتباه خود پی برد. و یک استعلام دیگه که رئیس کابل بانک سابقه را به حکم وزیر صاحب قبلی ما تضمین کرده بودیم که او از افغانستان در وقتی که 6-7 ماه بعدی بود بیرون شده. این خود نشان میده که کار با جرأت میتونه که در بسیاری موارد به شکل باشه که کسی دیگه برای شما جنجال ایجاد نکنه. وزیر مالی از معینان جدیدش میخواهد که در بخش پاکسازی بودجه از نفوذ زورمندان، مبارزه با فساد، ایجاد بنادر خشکه و برقی شدن نهادهای دولتی بیشتر کار کنند. مصروفیت‌های خود و تمام گمرکات خود آرزوی می است که با تقسیم اوقات که ساخته شده به یک سیستم مرکزی وصل شود که ما گرچه آل داریم می فهمیم که روزانه چقدر عواید ما می شود و چقدر مصارف ماست، ولی او شکلی که باید باشه با او موثقیتی که باید باشه متاسفانه آل نیست. ولی امی انتظار ما است از تیم جدید که معلومات موثق برای کسایی که پالیسی می سازن روزانه پیش رویشان باشه و من یقین دارم که اگر ما بتانیم عواید خود را، چی عواید مالیه باشه، چی عواید گمرکی باشه یا چی عواید غیر مالیاتی ما باشه، اگر او را ما به شکل درست جمع‌آوری بکنیم، من یقین دارم که ما دست گدایی را که حال بر دنیا دراز کردیم، ای را ما ای کار را دیگه نخواد کردیم. یکی از بانوان نیز مسئولیت معینیت پالیسی وزارت مالیه را به عهده گرفته است و ای تعهد میکند که کارش را به درستی پیش خواهد برد. همه ما یک جا روی اصلاحات و عرضه خدمات کار خواهد کردیم و کوشش خواهد کردیم که وزارت مالی امنیت یک وزارت الگو در این عرصه قرار بگیریم. در 8 ماه گذشته بیش از 94 میلیارد افغانی از گمرکات و دیگر منابع درآمدی کشور جمع‌آوری شده است. اما هنوز هم تمامی بودجه توسعه‌ای و بیش از 60% بودجه آدی کشور از سوی جامعه جهانی تمویل می شود. کمیسیون مسخن انتخابات بر روز دوشنبه ارزیابی مرکزهای رای‌دهی را در سراسر کشور آغاز می‌کند. رئیس دبیرخانه کمیسیون مسخن انتخابات می‌گوید که قرار است در جریان 1.5 ماه آینده 7000 مرکز رای‌دهی در سراسر کشور تثبیت شود. همزمان برخی نهادهای ناظر انتخابات از کندی پیشبرد کارهای عملیاتی انتخابات انتقاد می‌کنند. سجاد محمدی. کمتر از یک سال به برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها باقی مانده است. کمیسیون مستقل انتخابات اما با انبوه از کارهای انجام نشده روبروست. هنوز سرنوشت طرح برقی‌سازی پروسه های انتخاباتی و ثبت نام رای دهندگان روشن نیست. تازه کمیسیون مستقل انتخابات روز دوشنبه ارزیابی مراکز رای‌دهی را در 34 ولایت کشور آغاز می کند. این روند 45 روز ادامه خواهد یافت و در آن 7000 مرکز رای‌دهی در مراکز عام المنفع همچون مکاتب و مساجد مشخص خواهد شد. در گذشته بعض مراکز در اماکن شخصی بودند که در حال حاضر باید از همشان بعد در اماکن عام المنفع انتقال داده شود. از طرف دیگه بعض مراکز بر بعض ها نزدیک و بر بعض ها خیلی دور و فاصله داشتن که از این بود هم باید از متوازن سازی شود. نظر به بیجا شدگان داخلی در بعض مناطق نفوذ زیاد است، در بعض مناطق کم است و این مورد ارزیابی هست. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید به زودی درباره طرح برقی‌سازی پروسه های انتخاباتی با جامعه مدنی و احزاب سیاسی نشست مشورتی برگزار میکند.
اما نهادهای ناظر انتخابات روند آمادگی های انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها را از سوی کمیسیون مستقل انتخابات بسیار کند بررسی می کنند. ما در حدود 335 روز داریم تاکنون برای رفتن به طرف دو انتخابات مهم، شورای ولسوالی و شورای ملی، ولی آمادگی که ما توقعش داشتیم که آغاز شد تا هنوز آغاز نشده، نه پس استفاده تکنولوژی دقیق آغاز شده، نه اوضای انتخاباتی سرنوشت مشخص شده و نه ارزیابی مراکز رایدهی که به اساس برداشت و تشخیص صحیح امن نامن باشد. همزمان حکومت هم تاکید دارد که آمادگی های مالی برای برگزاری انتخابات از سوی حکومت و کمک کنندگان جهانی صورت گرفته است. ما با کمیسیون جلسات منظم می داشته باشیم. آخرین جلسه روز پنجشنبه بود. کمیسیون هم دو جا بود و سفارتخانه خارجی که تمویل کننده پروسه هستند اینا هم حضور داشتند. ما از ناحیه بودجه هیچ گونه تشویشی نداریم. مسئله بودجه کاملا حل شده. کمیسیون مستقل انتخابات 16 سرطان سال 1397 را روز برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها اعلام کرده است. اما در کنار برخی مشکلات تکنیکی، ناامنی بزرگترین چالش در برابر عملی ساختن برنامه های همچون تثبیت مراکز رایدهی، کارزارهای انتخاباتی و سرانجام برگزاری انتخابات دانسته می شود. هرچند رئیس جمهور غنی دو کمیسیون امنیتی و مالی را به هدف آمادگی های انتخاباتی موظف ساخته است. استیم با پایان مهمترین های امروز، ممنون که با یک هستید. وقتتون خوش، خدا نگهدار.